سرخط مهمترین خبرها، دیدار و گفتگوی غنی با چهره های سیاسی، کشته شدن بیش از 80 عضو گروه طالبان در عملیات ارتش، و در اخیر زبیر سالنگی به شهادت رسید. با نام خدا و با عرض سلام به مجمع خبری چینل یوتیوب سمارت خوش آمدین. خواهش میکنیم تا آخرین ویدیو با ما بوده و نیز چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. دیدار و گفتگوی غنی با چهره های سیاسی برای تقویت اجماع در مورد صلح. اشرف غنی رئیس جمهور با شماری از چهره های سیاسی برای تقویت اجماع در مورد تامین صلح پایدار در کشور گفتگو کرده است. ارگ ریاست جمهوری امروز یک شنبه 12 ثور در اعلامیه گفت که آقای غنی در ادامه دیدارهای خود با رهبران سیاسی، این بار با محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، عزیزالله دین محمد از چهره های سیاسی و محمد اسماعیل غزنفر تاجر ملی به گونه جداگانه دیدار کرده است. هدف این دیدارها تقویت اجماع ملی و سیاسی روی رسیدن به صلح عادلانه و پایدار گفته شده است. طبق اعلامیه در این دیدارها رئیس جمهور مشوره های رهبران سیاسی را استعما کرده و در زمینه گام های بعدی در زمینه صلح با آنان گفتگو کرده است. این در حالی است که روند گفتگوی صلح میان نمایندگان دولت و طالبان در دوحه متوقف شده است. قرار بود نشستی به میزبانی سازمان ملل و کشورهای ترکیه و قطر در شهر استانبول برگزار شود، اما مقامات ترکیه اعلام کردند که این نشست بعد از عید فطر برگزار خواهد شد. وزیر خارجه ترکیه دلیل تاخیری این نشست را عدم تمایل طالبان بر اشتراک در این نشست عنوان کرده است. آگاهان معتقدند که این نشست برای سرنوشت صلح افغانستان و پایان جنگ در کشور سرنوشت ساز خواهد بود. این در حالی است که حمید سالنگی در روی برگه فیسبوکش چنین نگاشته است: زبیر سالنگی افسر قطعه خاص 999 در جنگ رویارویی با طالبان جام شهادت نوشید. همچنان این در حالی است که کشته شدن بیش از 80 عضو گروه طالبان در عملیات ارتش در افغانستان. فارس تودی: بیش از 80 عضو گروه طالبان در عملیات ارتش افغانستان ضد مواد این گروه کشته شدند. با گزارش رادیو دری، وزارت دفاع افغانستان امروز یک شنبه اعلام کرد که این 81 عضو گروه طالبان در ولایات کنر، غزنی، بادغیس، بلخ، قندهار، فاریاب، قنداز و هلمند و تخار کشته شدند. در این عملیات ارتش افغانستان 52 عضو دیگر طالبان هم زخمی شدند. وزارت دفاع افغانستان به شماره کشته شده ها و زخمی های این عملیات اشاره نکرده است. در این عملیات و درگیری ها میانه در حالی است که مذاکرات صلح افغانستان بین دولت این کشور و گروه طالبان با منظور پایان جنگ و درگیری که قرار بود 24 آوریل 4 ثور برگزار شود، به علت شرکت نکردن این گروه به تاخیر افتاده است. همچنان این در حالی است که سیاسیون پس از خروجی نیروهای خارجی بر اجماع داخلی تاکید دارند. سیاستگران افغان اجماع داخلی را تنها گزینه افغانان برای به وجود آوردن یک افغانستان باثبات پس از خروج نیروهای خارجی میدانند. با گزارش اسپوتنیک، سیاستگران افغان میگویند که پس از خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان، کشور وارد فصل جدیدی خواهد شد که نیاز است در آن حکومت و تمام جناح‌های سیاسی برای آوردن صلح و ثبات بکوشند. از این میان محمد اسماعیل خان، رهبر حزب پیشین جهادی، میگوید که تا کنون ایالات متحده و حکومت شورای عالی مصالحه ملی به گونه واقعی برای رسیدن به صلح کار نکرده اند.
خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان امروز شنبه 11 سرور به گونه رسمی آغاز شد. قرار است تمامی 2500 نظامی آمریکایی و همچنان تمام نیروهای ناتو تا 11 سپتامبر سال جاری میلادی افغانستان را ترک کنند. سیاستگران افغان اجماع داخلی را تنها گزینه افغانان برای به وجود آوردن یک افغانستان با ثبات پس از خروج نیروهای خارجی می‌دانند. میرویس یاسینی عضو مجلس نمایندگان بیان داشت کابل باید در یک صف باشد، به این معنی که شورای عالی مصالحه ملی، رئیس شورا و قوت‌های سیاسی دیگر باید به یک صف قرار بگیرند. بابر فرهمند معاون شورای عالی مصالحه ملی میگوید که نشست ترکیه سرنوشت افغانستان را روشن خواهد کرد، اما برای رسیدن به صلح و سازش سیاستگران نیاز است. رئیس جمهور به عنوان شخص اول دولت افغانستان و مردم افغانستان مسئولیت بسیار زیادی دارد و باید ظرافت ها را در نظر داشته باشد. همچنان این در حالی است که جان باختن 8 سرباز ارتش در حمله طالبان در بدخشان. در پی حمله جنگجویان گروه طالبان بر یک پاسگاه ارتش در ولسوالی وردوج ولایت بدخشان 8 سرباز جان باخته اند. با گزارش اسپوتنیک و نقل از آریانا نیوز، منابع مردمی از ولسوالی وردوج میگویند که در حمله طالبان شب گذشته بالای یک پاسگاه ارتش منطقه در مرکز این ولسوالی حمله کردند که در نتیجه 8 سرباز ارتش جان باخته و 6 تن دیگرشان زخم برداشتند و نیز پاسگاه و تجهیزات مکمل تخریب شده است. طالبان با نشر خبرنامه ادعا کرده اند که در این حمله 8 سرباز کشته و 15 سرباز دیگر زخم برداشته اند. مقام های محلی حمله طالبان را میپذیرند اما در مورد تلفات چیزی نمیگویند. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر چینل یوتیوب وان اسپورت را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. الله متعال حافظ و نگهدار شما باشد. اوقات خوش داشته باشین.